شجاع تو خاطراتش می نویسه که سر فتنه رو میگم این مسجدی خان شروع کرد، تمام شده بود، میگه این ول نکرد، این توی کوهستان تو منطقه‌ای که بوده شایکار اون طرفا، اونجا منطقه کوهستانی است، این مقاومت کرد، انگلیس‌ها توپ داشتن حمله کردن که ناگهان سرش ریختن، پولم دادن که آقا مثل که حالا مثلا سر ملا عمر پول گذاشته بودن که 10 میلیون دلار میدیم اگه ملا عمر رو دستگیر کنید، یا الان سر سراج الدین حقانی هست، سر این مسجد هم پول گذاشته بودن چون میدونستن این فتنه از اینه به قول خودشون. این ما 50 60 نفر در قلعه مقاومت کرد، با اینکه اینا توپ زدن قلعه رو هم سوراخ کردن، اینا با سنگای بزرگ راه قلعه رو بستن، انگلیسی‌ها یکی یکی باید داخل میشدن کشته میشدن و خود این بیچاره هم زخم برداشت و به یک حسابی زهر هم بهش دادن، در سال 1841 شهید شد. و مثل این خیلی ها بودن، حالا من یکیشو براتون گفتم و که به اصطلاح کارش خیلی جالب بباشد، یکی قله از بحر جنگ بکوچیم چندی به خیل فرنگ، همش در حال این بود که ملت تأکید کنه که فرنگی ها رو از کشور باید بیرون کنه، ولی حالا به زهر و به زخمی که خورده بود در جنگ این شهید میشه، اما قیام مردم تموم نمیشه. اینجا یه اتفاقی میفته، انگلیسی ها که فقط با پول دیدن به زور نمیشه، با مذاکره شروع کردن، هم مذاکره رو با پسر دوست محمد خانم کردن در مجلسی که این بود و نمیدونم الکساندر ترانس بزرگ از بزرگان جنرال های بزرگی چی بودن که انگلیس، در یک مجلسی که مذاکره بود بین مگناتن و وزیر اکبر خان که بعدن وزیر شد اکبر خان، جنگی چی دعوا صورت میگیره، اکبر خان میذاره میکشدش، ترورش میکنه تو مجلس، سفیر انگلیس یعنی پادشاه افغانستان در اون وقت، شاه شجاع که کاری نبود، اما جنرال ترانس هم تو خونش میکشن، یه دفعه شهر بود بلند میشه، قیام میشه، یه قیام عمومی میشه و خونای انگلیسی هایی که تا حالا به خیال بودن آتیش زده میشه، انگلیسی ها فرار میکنن توی پادگان در شیرپور جمع میشن، ولی روحیه خودشونو میبازن وقتی که جنرالشون کشته میشه، اینا به شدت روحیه باخته میشن. بازم رای دیگه، حالا زمستون شده، ماه رمضان هم هست، مردم در فکر به اصطلاح روحانیت به اوج رسیده، مردم در فکر شهادته. انگلیسی ها دیگه تازه فهمیدن که شاه شجاع هیچ کار هست، هیچ کاری نمیتونه بکنه، خودش حفظ کنه هم خیلیه، لذا حالا رئیسشون هم مرده، جنرالشون هم مرده، بازم نایب جنرال میاد با وزیر اکبر خان و دیگران مذاکره میکنه که آقا بذارید ما میریم دیگه، خلاص شکست رو قبول کردیم، ما از کشور شما میریم، فقط راه فرار بر ما بذارید. اینا موافقت میکنن، میگه بیا برو، و قصد اینا این نبود که اونا رو بکشن، اونا میگفتن برید از کشور ما، مثل که آمریکایی وقتی طالبان آمریکایی‌ها رو گفتن که ما بریم، طالبان گفت برید، حتی وقتی که اشرف غنی و سربازاش فرار کردن طالبان به فرودگاه نزدیک نشدن تا آمریکایی‌ها برن، چون وقتی که داره میره بذار بره دیگه. و اینها با 2000 شتر در اولین روز سال 1842 ژانویه 1842 از چی میان بیرون، از قلعه خودشون میان بیرون در برفی که اون سال خیلی برف هم زیاد بود، ماه رمضان بود، اینا حرکت میکنن با ترس لرز و تمام مردم کابل هم بالا نشستن نگاه میکنن که انگلیس فرنگی ها در کشور ما میره، خوشحالن، گاهی هم چی هم میکنن، تیراندازی هم میکنن از خوشحالی، و انگلیسی ها ترسان لرزان میان بیرون. روز اول فقط 5 کیلومتر میرن تا بگرامی، جایی که اونم تو کابل الان، به اونجا میرسن. اما آقا از روز دوم حمله به اینا شروع میشه، روز سوم، چهارم، پنجم، تا 8 روزی که اینا توی کوها و چیا هستن، مردم از افغانستان از بالای کوها به اینا حمله میکنن، یکی به خاطر نفرتی که از انگلیس ها داشتن، یکی به خاطر اینکه غنیمت هم ازشون میگرفتن، یکی به خاطر حماس دینی خودشون هم، هرچی رهبران هم بعضی از رهبران بهش میگفتن که بابا ما قرارداد بستیم، قبایل قبول نمیکنن، قبایل غلجایی و اینا قبول نمیکنن و تا آخرین نفر انگلیس رو از بین میبرن، حتی زن بچه ها رو، یکی رو زنده نمیذارن فرنگی ها رو، چون اینا رو نجس میدونستن و گفتم که اینا گفتن که اینا در هندوستان گرفتن، پیشاور گرفتن، اینا رو که بذاریم افغانستان هم میگیرن، و اونا اصلا اینو باور نمیکردن. 17000 نفر انگلیسی که 900 یا 600 نفر اونا انگلیسی اصل بودن و بقیه هم نوکرای هندی و غیر زالکشون بودن، همشون رو اینها تارمار میکنن با زن بچه. راستی اینا زن بچه های خودشون آورده بودن وقتی که کابل گرفتن، فکر کردم مثل بقیه جای دنیاست، فامیلای خودم آورده بودن، بچه های خودم آوردن، که اونها هم جون به در نبردن، فقط یک دکتری از اینها فرار کرد، تونست زنده برسه به جلال آباد که هنوز در دست انگلیسی ها بود. در حالت زار و نزار
این دیگه نمیدونم چجوری در رفت، زخمی هم بود و وارد جلال‌آباد شد و خبر داد که تمام 17,000 سربازی که ما فرستاده بودیم به کابل یکی هم زنده بر نگشت، همه مردن. طبعا این روی انگلیسی ها رو خراب کرد، در تاریخ چنین چیزی رو ندیده بودن، همه جا پیروز بودن. جلال‌آباد بستند و یک کم ما مقاومت کردن، ولی حمله به جلال‌آباد هم شروع شد. مردم دیگه فهمیدن که میشه انگلیسی ها رو شکست داد. اصلا جنگ رو میدونی تبلیغات میبره، تا حالا اونا فکر میکردن که اینا شکست ناپذیرن. انگلیسی ها در وقتی که خوبی که اینا دارن یا هوشیاری که دارن، وقتی که زورش نمیرسه فرار میکنه. سعدی هم همینو میگه، میگه قربون کسی برم که وقتی زورش نمیرسه عقب نشینی میکنه. پیغمبر تو یک جنگای یکی از حضرت خالد بن ولید که حمله میکنه، رومیا زیاد بودن، وقتی شکست میخوره عقب نشینی میکنه. وقتی که میان مسلمونا، بعضیا که دین درست نمیفهمیدن، توهین میکنن به لشکر که شما چرا فرار کردید، فرارون بهشون میگفتن. حضرت پیغمبر گفت اینا کرارون هستن، باز برمیگردن. جنگ عقب جلو داره دیگه، آدم شکست میخوره، وقتی زورت نمیرسه عقب نشینی کن. انگلیسی ها اینو میدونستن، از هند برشون خبر اومد که لشکر برگرده. ولی در برگشتن اینا از بس که اعصابشون خراب شده بود، یک بار دیگه حمله میکنن به نامردی. خیلی جاها رو توی کاپیسا، این جایی که به اصطلاح اطراف کابل بود، آتش میزنن، مردم قتل عام میکنن، باغا رو خراب میکنن و بعد از اون فرار میکنن و از افغانستان میرن و جنگ اول افغانستان و انگلیس به پایان میرسه. جنگی که با قیام در کابل، با مرگ بر فرنگی شروع میشه، با شعار شروع میشه. یک دفعه مردم دیوانه میشه، مرگ به فرنگی، مرگ به فرنگی، آخر مرگ هم به فرنگی میرسه و اینها به صورت خطرناک شکست میخورن. اما شکست اینها چه چیزی داشته، چه تبعاتی داشته؟ اولش این است که مسلمانای هند هم فهمیدن که میشه جنگ کرد. مثل که حالا انگلیسی وقتی که آمریکایی‌ها تو افغانستان شکست خوردن، روسا به اوکراین حمله کردن. گفتن آمریکایی هیچ کاری نمیتونه بکنه. چینیان خیز برداشتن که تایوان بگیرن. که آمریکایی‌ها فهمیدن که اگه ما جلوی روسا رو نگیریم، چین هم میاد روش زیاد میکنه. فوراً هر چی که اوکراین خواست بهش دادن، حتی روسا بمب اتم خودش هم آورد نشون داد. اصلاً آمریکایی‌ها اهمیت ندادن که به ما باج اتمتو نشون نده، از ما بزرگتره.